جواد که 12 سال در ارتش ملی خدمت کرده بود، هنگامی که میخواست در ولایت کندز ماینی را از کار اندازد، انفجار رخ داد و دو پا و انگشت یک دستش قطع شدند و بینایی یک چشمش را نیز از دست داد. این جوان در نبردی در ولایت خوست به سختی زخم برداشت و مفلوج شد. اینان میگویند در حالی که قربانیان اصلی جنگ هستند، اما حکومت آنان را فراموش کرده است. جایگاه ما در میزی که در اونجا صلح برگزار است، چوکی ما در اونجا خالی است، کسی از ما نمایندگی نمیکنه، کس ما را به گلاب رویتون به شلغم حساب نمیکنه، خانواده شهید و معلول کس حساب نکرده در اینجا حساب. ما واقعا از جامعه جهانی، از دولت افغانستان واقعا این گلایه را به شدیدترین الفاظ بیان میکنم که ما شما گله داریم. چرا ما را کتلی بزرگ از جامعه هستیم؟ چرا ما را فراموش کردیم؟ طرف دولت هیچ امر ما کمک صورت نگرفته و امر برای شدهای مولی باید تازه صورت بگیره. این زنان اعضای خانواده های نیروهای امنیتی هستند که هنگام وظیفه جانهایشان را از دست دادند. اینان میگویند که حکومت به ویژه رئیس جمهور به هیچ یک از تعهداتش در برابر آنان عمل نکرده است. ما توجه دولت می خواهیم. از ما حمایت کنه، از ما پرسان شوه، بازخواست شوه. این ما دو نیم سال، تقریبا قریب دو نیم سال شد بچه 22 سالی ما شهید شد. ما تا امروز یک نفر دولت ندیدیم که از ما یک چیز پرسان کنه. شما کدام خواست داری، نداری، وضع اقتصادتان خوب است، خراب است. هیچ کدام توجه نشده به ما. ما از دولت تقاضا داریم که هر قسمه که میخواید که دیگه افراد که در این کشور زندگی میکنن، حق حقوق داره، اونمو قسم برای فامیلای شهدا محلولین، اونمو حق حقوق بردگان میته برای ما هم بته. بنیاد حمایت از نیروهای امنیتی میگوید که حکومت نامه رسمی این نهاد را از بهر حضور نمایندگان این خانواده ها در شورای رهبری مصالحه و جرگه مشورتی صلح نادیده گرفته است. اگر تعدادی به حیث نماینده در جرگه صلح حداقل بین 5 یا 10 نفر به نمایندگی از این فامیلی که صدها هزار هستند، صدها هزار قربانی هستند، اشتراک نمیکنه، ما دایر شدن این جرگه را خیانت ملی میدانیم. تا کنون هیچ آمار دقیقی از تلفات نیروهای امنیتی در دست نیست، اما چند ماه پیش رئیس جمهور تلفات نیروهای امنیتی را در دوره حکومتش 45 هزار اعلام کرد.